از طرف خودم و حاضرین تشکر میکنم از پایدار خان و همسر مهمان نوازشون که کمک کردند این مرحله سخت بگذره. امیدوارم آخرش خوش باشه. هوایان، وقت تلاس، منتظرم. من داوطلب میخوام، به شرط اینکه راه حل مقبول داشته باشه. حضرت بالا، ما با دوستان صحبت کردیم خیلی زیاد، مطمئنیم راه حل دارید. البته راه حل شما باشه. نراشکت خان، اگر داوطلبی حرف بزن. تو هستی مرد میدان؟ داوطلبم حضرت والا. حاضری دیو باشی تو؟ مردم از دیو حرف میزنن که بترسیم از اون، ولی من نمیترسم، میجنگم با اون. حریف بهادر هستی؟ همونطور که اسفندیار از چشم رویین نبود، بهادر هم بی نقطه ضعف نیست، جاهایی داره که ضربه پذیره. مثلا؟ پیدا میکنم، مطمئنم که پیدا میکنم. تویی پایدار خان، تویی مرد میدان بهادر. همینجا حکم ایلخانی میزنم به نامت. حکم میدم تا همه ببینن که خدمت خادم دور نمیمونه از چشم ما. خب، اگر داوطلب فقط همین بود و هست، از بقیه آقایون میخوام که تشریف ببرن. توفنگچی‌ها بگید از این به بعد فرمانده اونا فقط پایدار خانه و سرهنگ اکرم. فقط از این دو دستور میگیرند و بس. خودم هم هرچی توفنگچی داشته باشم در اختیار میذارم. کار ما از همین الان شروع میشه. شوکت خان، درم ببندید. حدس می زدم من که پایدار خان نقطه ضعف بهادر رو پیدا کرده، ولی نمی خواد فاش بشه. بله حضرت والا، تا گرویی از بهادر نداشته باشیم از پناهگاهش بیرون نمیاد. آفرین. از هر تفنگچی یک یا دو نفر از عزیزانشون به گروگان می گیریم. اگر تفنگچی اطاعت نکرد، هم گروگان کشته میشه هم تفنگچی. نه، اول گروگان بعد تفنگچی. بله، برای نجات مردم و منطقه باید موقتا ترحم رو کنار بذاریم و بیرحم باشیم. مرحبا پایدار خان، حرف دل ما رو میزنه. شما هم هرچی میگید انگار در دل من بوده. پدر سوخته، قرار نبود حرفای من رو به خودم برگردونی. تو چه میدونی تو دل من چی میگذره؟ میدونی ته دل من چه خبره؟ نه، تو دلم به خودم میگم اشتباه کرد پایدار خان که داوطلب شد. فکر کردم شما رو خوشحال میکنم قربان. نگران تو هم. میدونی طایفه پازن همه جنگاورن، حتی زناشون. قبول داری؟ میدونی مستر نوئل با اینکه مسلح بود و بهادر هم اسیرش بود، به دست جهان پسند یه دختر کشته شد. زدی نیاش درست وسط پیشونش.
پدرت هم از برخورد مستقیم با اینها حذر داشت و تو اگر یک جوان باقی بمونه از پازن انتقام میگیره از تو، چه مرد باشه چه زن. من به همه احتمالات فکر کردم. بهادر در شرایطی کشته یا اسیر خواهد شد که همه ی طوایف در کشتن اون سهیم باشن. ولی اونا طور دیگه ای فکر میکنن. من این ماموریت رو با تمام عواقبش پذیرفتم. مرحبا، میخواستم همین رو بشنوم و یادآوری کنم که نباید خودتو با من مقایسه کنی. من و تو یکی نیست. عذر میخوام اگر گستاخی کردم. بهت فرصت میدم که این نقشه رو تمام و کمال پیاده کنی. سرهنگ اکرم هم با همه تجربه نظامیش در اختیار توست. آماده خدمتم قربان. موفق و پیروز هستی، مطمئن باش. و یقین داشته باش که قوام حامی توه. اجازه نخواهد داد که احدی به جان تو و همسرت تعرض کنه. نامرد نیست قوام. خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه، خداوند هستی و هم راستی، نخواهد ز تو کجی و کاستی، نخواهد ز تو کجی و کاستی. این فوج ها که من دیدم قوت قلب داد به من. آماده اید شما که چون سیل سیلان کنید و هر مانعی که پیش پا دیدید با قدرت بشکنید و بروبید. با اطمینان اعلام می کنم و قسم می خورم که فاتح و پیروزید شما. امروز در منطقه هیچ کس جلوگیر شما نیست، هیچ کس. پس پاسوس نکنید، بتازید، بتازید و کل منطقه رو از لوس وجود حرامیان و گردنکشان پاک و پاکیزه کنید. فرمانده دلیری چون سرهنگ اکرم همراه شماست که تمام منطقه رو مثل کف دست میشناسه. پشتیبان شما هم دلیر مردی چون پایدار خانه
که قوت قلب همه ماست. من هم با تمام قوا پشتیبان و حامی شما هستم. من قوام الملک کلانتر مملکت فارس با تمام قوا حامی و پشتیبان شما هستم. زنده باد وطن! زنده باد وطن! عهد می‌بندم با شما که اگر با همین شجاعت و پایمردی که امروز دیدم عمل کردید، مژدگانی عالی پیش من دارید. هم تک تک شما فرماندهان و هم تک تک افرادتون از هیچ عذر و بهانه‌ای نزد ما مقبول نخواهد بود. ما به دنبال پیروزی هستیم، فقط پیروزی. تمام. زنده باد وطن! زنده باد وطن! ممنونم حضرت والا، دلگرم کردید ما رو. فقط اگر بگو هرچه هست بگو. همه یه فوج ها پشگرم شدن به من. بهتر نبود فرمانده نظامی با خود من باشه؟ مجرم حضرت والا، خانزاده تا به حال سابقه حضور در فوج نظامی داشتن که امروز مدعی سپاه به این بزرگی هستن؟ مستثرید که پدران و اجداد من دلاوران بزرگی بودند. این منطقه سالهای سال زیر سبیل فتح‌الله خان اداره می شده. سرهنگ اکرم فراموش نکردند که همه قوای نظامی و دولتی جیره خار پدر من بودند. من جانشین فتح‌الله خان هستم. قبول میکنم به شرط پیروزی. حتما. با این همه سرهنگ اکرم به عنوان مشاور در کنار تو هست میشه. افتخار میکنم سرهنگ اکرم ما رو همراهی کنند. خود به پشتیبانی ما پیروز بشه، بعد هرچی غنایم گرفت بکنه به نام خودش. حتی شهرت و اعتبار رو. خیال خام. جوان جاهل. شکرم از ندوال. سلام. سلام. هنوز که هنوز قوام و خاندانش مثل بختک افتادن رو هست و نیست مردم فارس. ضعیف که نشدن هیچ، مدعی تر و قوی تر هم شدن. ولی قبول کن به برکت شورش بهادر وضع مملکت فارس بهتر از ممالک دیگه است. مخالفات مشروطه مجبورن از ترس بهادر دست و عصا را برن. اینم خورده به بن‌بست. نه قوام از عهده بهادر برمیاد، نه بهادر قدرت داره شیراز رو تصرف کنه و بساط قوام و انگلیس و استبداد رو بریزه به هم. زمان که بگذره بهادر فرسوده میشه. الان هرچی بیشتر امتیاز بگیریم بهتره. وقتشه با قوام مذاکره کنیم، امتیاز بدیم، امتیاز بگیریم. بهادر چی؟ بهادر هم امان بگیره و دست از قیام بردار. این زنگوله رو کدوم آدم بخت برگشته‌ای باید بندازه گردن قوام؟
معلومه کسی که رفت آمد داره با اندرونی قوامو کوکب خانوم فقط با اون مشورت میکنه. امان از دست تو، هر چی میخوای صاف میذاره تو کاسه من. مثل جن از بسم الله باید فرار کنم از دستت. باور کن تنها کسی که شایسته این کار توی. گیرم من قبول کردم، اگر بهادر قبول نکرد چی؟ حق با توه. اول خودم میرم پیش بهادر رضایت بده. خوبه؟ این شد. مطمئنم اولین چیزی که میپرسه حال و احوال سیفوره. بگو فدایی شماره 19 سر کار حسابی. خوب میخونه درساشو، طوری که الان تقریبا هر چه سلام. در زمان استراحت هیچ کس حق نداره مزاحم بشه. برای مستقبلم من حالا مزاحمه از حضرت اشرف. بله حضرت اشرف. من یه خواهش پر اهمیت داشتم. کاپتن مکنیل دستور از مناصب عالیه میگیره در انگلیس. دستور این بود که من باید فرمانبردار باشم به میستر قوام در جنگ علیه ضد بهادر خان. من باید یاور میباشم به ایشان. این فرمان نابدلخواه تنبیه این جانب بود برای شکست مفت زهنه که از بهادر دریافت کردم. در این مدت شکایت نکردم هیچ از اینکه حتی همکاری داشتم با میستر قوام در این کارهای اقدامات ایشان. حتی اگر موافق بوده می باشم یا مخالف رسماً با کتبم تایید نمودم. توده از وقتی که این چیرگی برای شما ثابت شد ماموریت برای من اتمام یافته است. مثل قبام من متقاضی هستم از شما که حکم این جانب بدهید تا به کشور من خودم برگشت کنم. برگردی انگلیس چه غلطی بکنی مثلا؟ آی لطف نیست دادر، بسیار فراوان زیاد هست. دل خوش باشم به چیرگی ها و فراموش کنم این افتضاحات آخر. برو، کسی جلوتو نگرفته. نو 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 ویداوت جواز نامه، بدون جواز نامه از شخص شما امکان نیست. آی من آفیسر مکنیل یک افسر نظامی می باشد نه یک سیاست مدار.
او قادر هست شورشیان و وحشیان را سر کوب سازد یا سر براه آورد در تمام دنیا. حالا هم از میستر قمام اشرف، حضرت اشرف به کفایت اندازه درس گرفت. هنوز زوده که تو کل شق از قوام درس بگیری، اونم به حد کفایت. Never ever. هرگز، هرگز، هیچ وقت. مفلوک و زمون بیچاره اینقدر تمام عمر نبودم من. بس اینقدر عقوبت و گوشمال. پلیز پلیز. تمام دنیا جمع شدن که تو آدم بشی. نرفت میخواهن این در سنگ. آدم بشو نیستی تو. میفهمی؟ نمیفهم. منم باید کاری ندارم. برو برگرد، برو استعفا بده، هر غلطی دلت میخواد. من تو رو تایید نمی کنم. نامه ای هم برای تایید تو نمی نویسم. در تمام عمرم نبودم مرد که بوزینه. در طول عمر من احدی جرأت نکرده بود رفتاری که تو با من کردی بکن. اصلا عقوبت و گوشمال برای جونورایی مثل تو ساخته شده که آدم بشن. و تا زمانی که تو مفلوک نکبت آدم نشدی، انقدر لگد مالت میکنم، انقدر لگد مالت میکنم که لهیده و لمبو بشی. اگر ایرانی بودی میدادم پوستتو بکنم توش کاخ پر کنم و بعدش برای عبرت دیگران آویزونش کنم از دروازه اصفهان. مسلح بود فس بزدل بدک و پوز. حالا چه کنیم؟ قربان، باید صورت و آقا ها تهیه کنیم، راپورت سری به قنسول بدیم. این جنازه چی؟ هر طور قنسول تکلیف کنه قربان. صورت نویسی با پایدار خان، مراودات با قنسول هم با سرهنگ یکشان. سلام جانم. سلام دکتر. سلام. چی شده؟ سرکن غافل گیرش کنم. اجازه هست؟ دکتر
دور باشه بلا از وجود مبارک. بگیرم ببز شما رو. خنق؟ فرانسوی ها بهش میگن دیفتری. این بیماری دعوت نداره کوکب خانم. باید قرنطینه بشه اول. سپردم که بقیه بچه ها جدا باشن از اون. از نظر راحت به من بگو میمونه برام؟ متوجه حال پدر و مادر هستم ولی نیستی. خب لوله گذاشتم که خدایی نکرده خفگی آرز نشه، ولی اجازه بدید ببریمش بیمارستان مرسلین. من خودم هستم اونجا. فکر کن بچه خودت. اگه قبول کنید منو. حقا دلسوزی تو. هیچ وقت بهت شک نکردم. هیچ قوت قلب برام که بزرگ مردی مثل شما منو قبول میکنه. کاش مملکت فارس به صلح و آرامشی برسه که تنها دغدغه ما بیماری باشه و بس. این همه اختلاف ملول و دل شکسته میشه آدم. تا ریشه‌کن نشه این آفت، صلح و آرامش نصیب مردم فارس نمیشه. اگر ریشه‌کن نشه خب میشه با او کنار اومد. با او نه، آفت. منظور من هم همین بود. نه نبود، با آفت نمیشه کنار اومد. مثل بعضی از بیماری ها نبضتون عالیه. بیماری رو اگر نشه از بین برد چاره نیست جز این که با اون کنار بیایم، بپذیریم که هست. پذیرفتنی بدون صلح و آرامش. بدنی که بپذیر بیماره تا لحظه مرگ روی صلح و آرامش رو نمیبینه. پس اعتقادی به مذاکره مثلا نداری؟ مذاکره با آفت؟ با این آفت‌ها نشست و برخاست داری تو؟ بیخبر نیستیم. اما این که بپذیریم شأن و منزلتی دارند این آفت‌ها یا بپذیریم قابل مذاکره‌اند اصلا مقبول نیست. اصلا. مملکت فارس به همت قوام به زودی از شر این آفت ها خلاص خواهد شد. به زودی زود. اما تو دکتر، تو مراقب باش. مراقب باش که وقتی داریم ریشه‌کن میکنیم این بلاها و مصیبت ها رو، آمیخته با اونها نباشی. آتش خشک و تر نمیشناسه. بهادر، بهادر،
یه جای سبز خوشنما آتیش هیچ کاری نمیشد کرد. شاید مجبور شیم بزنیم به آب آتیش. بهادر بگه تو دهن شیرم میریم ما. فقط حرف میزنن. چرا؟ چرا دستم به کار نمیره؟ هنوز که بله، هنوز که نه به دار نه به بار، ولی وقتی تو خواب حیرانم و کاری نمی کنم ترس برم می داره. خواب، خواب مهم تره. دست کمش نگیر. یاد هستت محمد بخیر. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. خدا رحمتش کن. بهادر همی الان هم سوخته، مردانه هم سوخته. نه، هنوز یه کاری هست. بیبی کتا میگه کار آخره، یعنی خواب من میگه آخر کاره. آخر کار؟ آخر آخر. بهادرم کاری دستش بر نمیاد. وقتی که خوابت بشه رویا و رویات بشه خواب. سلام از شد حضرت اشرف. خب دیب کم پیدای ما، قابل عرض چی داری؟ تفنگچیان به قراری که فرموده بودید آمادند. پس باید منتظر خبرهای خوش باشیم و دستهای پر. این دیب شیرخوار بزرگ میشه و قدرت پیدا میکنه قربان. خودسری و جاه طلبی، همین شیشه عمر این مرد.